امروز در برنامه ما از حمله تاریخی ایران به اسرائیل خواهیم گفت شاهد ظهور خاورمیانه جدید هستیم در مورد طبعات این عملیات بزرگ این فتح فتو خواهیم گفت و در آخر هم از بازنده ها و برنده های این عملیات خواهیم گفت و به این سال کلیدی هم جواب خواهیم داد که آیا اسرائیل جواب میدهد یا نه خب دوستان مثل همیشه با اقتدا به مولایم امامم بزرگم حضرت امام علی با همدیگه یا علی میگیم و وارد برنامه میشیم سلام سلام هم هموطنان ما در باکو تالش نخجوان سلام هم زبانان در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کویت بحرین القتیب جنوب عراق جنوب لبنان با چون انصار الله، یمن شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر سر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنون بچه لحظه ساکت ساکت تلویزیون زیاد کنید ببینم چی میگه خبر عملیات نظامی اومده ساکت, داشت، ساکت داشت. دوستان عزیز برگشتیم به دهه شست یادتون میاد زمانی که عملیات های غرور بود و ما بچه بودیم و پا تلویزیون سیاسفید و بعد وسط فیلم یا هر برنامه ای بود قط میشد و یه دفعه مارش نظامی میزد ما امروز در اون لحظه قرار دادیم که همینطور آدرنالین خونمون میره بالا همینطور دوچار دو شور و شعف میشه شور و شعف از یک عملیاتی که آقا به پیر به پیغمبر والله تلا بالله هیچ کس در مورد دامنه این عملیات غرورانگیز فکر نمیکرد اینقدر وسیع باشه آقا ما باور نمیکردیم همینطور فوج فوج میرم برو برو بریم پهپاد برو پهپاد پیستونی برو پهپاد نمیدونم مینی توربو جت برو پهپاد نمیدونم برید بعد بالستیک ها برید اصلا گویی عملیات نمیخواست تموم بشه یک شب غرورانگیز یک شب خاطرانگیز یک شبی که فقط آدرنالین خونمون ترشو پیدا میکنه یک شبی که همه ما از شور و شعف عشق شادی میریختیم ما شب پرغروری سپری کردیم 26 فروردین ما در تاریخ ثبت خواهد شد روزی که شاهد ظهور یک قدرت جدید یک هجمونی جدید یک امپراتوری جدید یک خاورمیانه جدید و یک دنیای جدید شدیم دنیایی که در اون ایران عزیز ما آقایی و سروری میکنه دنیایی که قدرت ها و نوچگان توفاله هاشون ما خار و زار کردیم عملیات غرورانگیزی که واقعا شاهکار من فکر میکنم تو جلسه شورای عالی امنیت ملی آقا نشستن همون اول این آقا با در دراریم تیربار و رگبار موشگی و فوادی رو سرشون خراب خراب میکنیم و سلام نام تمام برید دنبال زندگی تو برید برید کار انجام بدید یعنی با همین دستور عمل با همین شدت با همین سرعت تمام خلاص بدون حرف انتقام پشیمان کننده چیزی که مرشد عزیز ما گفت خدا و کلیس ای صد از انتقام ای صد از شکوه عظمت آقا صدها بزرگ اصلا رکورد گینس سب تغییر کرد دارم میخوان تو رکورد گینس هم بزنن بزرگترین عملیات پهبادی جان بزرگترین عملیات نمیدونم موشکی جان یک شب غرور یک شب خاطر لذت بردیم ایرانیان دیشب هر ایرانی نجاده که خوشحال شد خونش به غلیان اومد به جوشش اومد اون تخم بواشه اون حلال زاده است اون ایرانیه و هر ایرانیه بیشرفی که ناراحت شد اون حتما عرض می‌کنم ما در طول تاریخ خیلی مورد حجوم قرار گرفتیم ولد زنهای اجنبی هستن شوخی نداریم حرف هم نداریم با هر طبعاتی بله دوستان عزیز با گفتن این مقدمه که ما یک شب رویایی یک شب طوفانی یک شبی که آقا ایران او ما جلو شیر نر و قرش ما اصلاً نمیشه جلو آقا مگر میشه جلوی آی این اقتدار این قدرت این این همه رشادت و دلیری آقایش و موش های کسی و سگونیست در حد ایرانند در حد این شیر قرآن شیری که همیشه ثابت کرده که در شجاعت در جسارت در توانایی در هنر در نبوغ در خلاقیت نمبر وان پرفکت پرفکت اصلا گفتن نداره برو اثر خدا وکیلی من دیشب ساعت پنج صبح یه چند ساعت خوابیدم خواب کردم به قول معروف بعد دوباره بیدار شدم و در پوست خودم نمی گنجم چه شبی بود آقا چه شب آقا زدیم آقا شیر مادر زدیم دیگه چی بگیم دشمن ناک آت کردیم برادر من خب حالا در مورد میریم جلوتر و در مورد میگی آقا چی اصلا چه چیزی عملیات ما رو برجسته کرد این همه قدرت این همه اقتدار برات فرزندان مرتضی علی آقا این چفیه حرمت دارم این کی ای اون تاج حلبی و تاج های به در بود که بر سر میذاشتن و هدیه میدادن سرزمین ما رو به نوامیس ایرانی تجاوز میکردن و خطی میذاشتن شای مملکت ما بی ارزگی به خرد میداد بابا این مرشده این رهبر عزیز ما این مرد خداست چی با چی قابل خیاسه البته از اعضای براندازان دوفیلی هم خواهیم گفت که اصلا یه یعنی باوس مرد برار باوس مرد پرسشم برگذار گذار شد بعد به خاطر اینکه مرغم گرون شده <applause> حقیقت به خاطر <applause> گرانی مرغ مراسم تدفین و تشیش به صورت نشست و برخواست بوده ما از نار ندادن یا شام ندادن مرغ گرون شده <applause> خب اینم اینم بگیم که حسن تو کجنی حسن زیل لحافی صفه جمعه خبردار شدی حسن <applause> ای نامرد قلی شناس <applause> ای قولیان هم برد نادرست بله این هم از وضعیت حسن اما بریم سراغ شب گذشته شب گذشته چه اتفاق افتاد شب گذشته چی شد که ایران همچین پیامی خواسته چرا با این حجم از ما این سطح از پهباد و موشک و بالستیک و کروز و اینا مواجه بودیم هیچ کس عرض کردم انتظار همچین واقع خود اسرائیلیا گفتن این فراتر از انتظار ما بوده این آمریکاییا گفتن این غربی ها همه گفتن هر کس بگن من نمیدونم من میدونسته اینو مازخرفه او کریمی قدوسی اینو برادر من من گفتم اونایی که این مسئولی عملیات اینو اصلا ایزولهشون از کردن جداشون کردن هیچ کس خبر نداره نه سطح واکنش نه چه تعداد موشک و نه چه کجا رو میخوان بزنن و هیچ 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 درسته کم همینه برادر من و بعضی ها دوست دارن تحلیلشون رو به عنوان خبر بدن ببینید ایران میدونست از مرز ایران که خارج بشن پهبادا و موشکاش در رینگ پدافندی آمریکا و اسرائیل فرانسه انگلیس و کشورهای بیشرف عربی مثل اردن و اقلیم مسعود ششو و سعودیا قرار داره و از اون پاپادا و موشکهایی که بچه های انصار الله یمن میفرستانن یا میفرستن پاپا... نمیدونم سامان های مصری جلوشونو میگیرن ایران اینو میدونست پس هم میخواست یه انتقام پشیمان کننده باشه یه سطح بزرگ عین الجسد نبود با یازده 11... نمیدونم دوازده سیزده تا موشک سرم برمیان نه میخواست یه عملیات خیلی بزرگ بشه چون سعی نیست دروغ گوهن موش های کسی فزبالا روزی چل پنجاه تا ازشون میفرست از فلسافلین ولی بله خود دیدید چقدر دروغ میگن یا خود آمریکایی دروغ از آمریکایی یاد گرفتن ضربه ملای مغزی <تصفح> چرا چون نمیخوان جواب بدن چون میترسن جواب بدن مجبورن بگن مثل دو نفر دوام نه هیچ درد نداشتم. اصلا درد نداشت <تصفح> بله یا اگر قمارباز وقتی میگن میبازه نگه به فلان جام خو از بسه دق میکنه حکایت ایناست برادر من خب بخشی از ها خب از تبریز این نقطه جالب از همه جای ایران شلیک شد موشک ها ها از تبریز بگیرید از مراقب نمیدونم از خوزستان از کرمانشا از کردستان از نمیدونم شهر ری. از شیراز اسفان الا ماشالله ما شلیک داشتیم هم موشک هم پهپاد هم کروز هم بالستیک خب این گفتم ایران میدونست به محض که از آسمانش خارج بشن تو رینگ پدافندی آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی قرار دارن فرانسه هم کمکشون کرده و انگلیس خب اومد حجم انبوهی پهباد ابتدا فرستاد خب این سام... ایه... سامانهای پدافندی خب یه حجمی دارن اینا تومه است برو رو رهتو. پدافندی رو مشغول کنن تیراشون تموم بشه تا اینا طوری هم برنامه ریزی میکنن که همزمان برسن استادن ایرانی استاد جنگ ترکیبی هست برادر من اصلا جنگ نامتقارن ایرانی ها خودشون مبتک... مبتکن تو دنیا دارن درس میدن این شیوه ایرانی ها رو کفدار وقتی میخواد گاومیش میش بو بزرگی رو شکار کنه نیاز نیست بره رو سمت شاخهاش مذارت میخوام بیزه های کفتار میگیره گاو میشه میگیره نقطه ضعف اصلا جنگ نامتقارن هدف چی بود؟ استفاده از نقاط ضعف متقارن نیست قرینه نیست آتش تایه با حرکت توپ خون... حرکت تانک پشتوانی میام آتش تایی حرکت کنم مثل جنگ های کلاسیک نه استفاده از نقاط ضعف دشمن خب بخش زیادی پهپاد فرستاده شد دولت خبیس اردن همکاری کردن و اجازه دادن به هواپیمای سگونیست که وارد آسمان اردن بشن و بخوان با پهپادها حالا چه پهپادها هم پیستونی بودن هم پهپادهای مینی توربو جت بودن مثل چی مثل آرش یک آرش دو باور اینا پهبادای ارتشن و در اقلیم مسعود ششو هم آمریکایی‌ها با سامان های پدافندی که داشتن او پهپادهایی که از غرب کشور شلیک میشد اینا سعی داشتن باشون برخورد کنن خب این پهپادها رفت سری بعدی هجومای بعدی پهپادای مینی توربوجت فرستاده شدن تو مرحله دوم تو مرحله سوم کروزها ها شدن کروزها پهباد تور مینی تور بوجا یه سرعت دارن یه لول دارن همه چیز مشابهه ولی خب کروزها سرعتش کمی بیشتره مثلا پاباده مینی تور بوجا ممکنه تر مثل هم عرض بیا. ما الان کرار داریم 900 کیلومتر در ساعت میاد کروز هم سابسونی که دیگه پایین از سرعت صوتن دیگه خب بعد اونا رو فرستادن تو مرحله سوم موشک ها هم فرستادن موشک ها بخشش از خانواده فاتح سده ده بود مثل خیبر شکن بخشش موشک های و عمود پرتاب ما بودن مثل خورمشر مثل رزوان مثل سجیل اونایی که از شیراز و اسفهان و شهر ری و اونا ارسال شد هرچند هنوز به صورت رسمی تعداد اینا رو نگفت در اصل شب گذشته مثلا طوری که رویتر اعلام کرد که ایران داره اسرائیل رو میبلعد این حج حالا اون شب میگفتن تا 300 400 تا حالا یه مقداری آ... کاهش پیدا کرده اینو باید ایران نظامی ما بگن تا حالا اعلام دقیق نکرد و نمیکننم لزومی نداره سری اول رسیدن با سامانه های سعیونیستی درگیر شدن گنبد آهنی با پهبادهای اگزوزنبوری درگیر شد نمیدونم پاتریوت و فلاخون داوود و پیکان و ارو و اینا که سامانه های خیلی قدرتمندی هن اونا هم درگیر شدن و حالا بعضی گزارش های هست که ایران از هایپرسونیک هم استفاده کرد جاهای اساسی رو هم زد ایران نه اومد مثل سیونیست مدرسه رو بزنن نه اومدن مردم بیگنا بزنن نه رفتن تاسیسات اقتصادی بزنن هدف چی بود؟ پایگاه های سیونیست ها بودن که یه پایگاه داشتن در جولان اشغالی که مرکز شنود سیونیست هاست که میدونید خب جولان اشغالی خاک بر سر دولت بی ارزه سوری از زمان حافظ اسد تا امروز دوست دایی من رفته اونجا دیده میگه به خدا اگری کار بچه ها سپاه بود بچه نیروهای ما بود دلاوران که زمان جنگ می جنگیدند، کار دو ساعت بود آزاد کردنش ولی عرض میکنم کشورهای عربی مبتری و ناسیونالیست پان عربی نجات پرستی شیش روز بیشتر عرضه جنگ کردن نداشتن مصر و مصر جمعیتش بندیز ایران آقا مصر و سوریه و اردن و با همکاری با هم نمیدونم کمک های سعودی و نمیدونم سایر کشورهای عربی شش روز شکست خوردن آقا تا نوبت به موشک ها اصلی رسید حالا بعضی آمارو میگن صد ده تا بعضی آمارو میگن صد تا بعضی میگن صد پنجاه تا موشک بالستیک اصلا این حجم از موشک بالستیک برارو خیلی زیاده انبارا پرن آقا از امروز تا دیروز پاشنه در خونه مونه در آوردن امروز در خونه مونه میشکنن بابا بره نصف بره نصف چی میخواید؟ چی میخواید جونمون؟ آرامشون به هم زدید موشک میخواید؟ پهپاد میخواید؟ بری رو صف بری رو سفر. مثل بچه آدم زنبیل و منبیل هم نداریم آجر بذاری رو صف اینا چه, چه از این به بعد برای رو شاهد ام... علاقه کشورا به تجهیزات ایرانی خواهیم بود خب بعد عرض میکنم اون نبوغی که پشت تراین عملیاته دقیقا اون پایگاه سگونیست رو اولا بگم سگونیست یه پادگان نظامی همشون نظامی هن شرک نشیناشون هن. اونایی که تو ارتش نظامیان اونایی که تو ارتش نیستن و اصطلاحاً آدمای های عادی هن. اونا هم نظامیان هن زناشون نظامیان مرداشون نظامی هن کودکانشون نظامی هن. پیرشون نظامیه جوانشون هم نظامیه. یه پادگان نظامی است و در این پادگان نظامی برارو شما مسلحترین بیشترین رینگ پدافندی دنیا اونجاست قدرتمندترین سامان های پدافندی ناو آیزنهاور اومده اونجا کمک میکنه به سامان های پدافندی اسرائیل فرانسه کمکشون کرده انگلیس کمکشون کرده عرض کردم اردن و عربستان و اقلیم و مسعود ششو و اینا کمکشون کردن که جلوی عملیات بگیرن ولی ایران عرض کردم اومد با حجم بسیار با یه طراحی خیلی دقیق کار درست کار تمیز هلو برو تو گلو حمله کرد و موشکاش هم به خوبی اصابت کردن تا خو عرض کردم یه پادگان نظامیه بهشون گفتن آقا هیچ خبری منتشر نکن مگر چیزی که ما تایید و ایران که نی بیدر پیکره هر گمال گشتلی واسه خودش منظورم در کمپ براندازان یا اونایی که چشم دیدن ایران ما نقزنن واسه خودش تحلیلگر و خودش یه چیزیه خبران منتشر میکنن واسه اینترگمال و سایر خبرگزاری ها در اونجا ایتر نیست این صحنه‌ای که ما دیدیم این شانس بد سگونیستا بود این صحنه‌ای ساگ... که ما دیدیم از برخورد موشکا این کار بچون فلسطینی بود برارو در کرانه باختری و غزه بیشتر در کرانه باختری در خود شور و شادی رو ما در فلسطین دیدیم در تبعاتش خواهم گفت دیشب تناشب آرام غزه بود مردم غزه دیشب راحت خوابیدن خب چه پایگاهی مورد اصابت قرار گرفت یکیش پایگاه نواتیم بوده برا رو در سرای نقب سرای نقب نزدیک دیموناس برارو رو یه خوشداری هم بوده به سگونیستا که اگر خواسته باشید مثلا جواب بدید به نمیدونم تحسیصات هسته ای ما خود پایدگان فرودگاهتون زدیم پادگان نظام شکاریتون زدیم که در ترورهای سرداران ما در سوریه نقش داشته و همچنین در کشتار مردم غزه در قتل عام زنان و کودکان غزه این پایگاه هوایی نقش داشته و ایران اومد اینو زد و مرکز اف سی و هم همین پادگانه 15 کیلومتر با نیروگاه هسته دیمونا فاصله داره پیام روشن و آشکار تکون بوری داریم سیتو میکاسکن یه پادگان دیگه هم زد که در عرض کردم جولان اشغالی مرکز شنود جولان اشغالی روی کوه قرار داره اینو یادم رفت بگم سوریه سرزمین صافی اتفاقا چون رو کوه برفگیر منشه آبه و سگونیستا چون سرزمین خشکی دارن آب سوریه رو با اشغال جولان دزدیدن و چون ارتفاع داره کوههای جولان بلندی و معروف بلندی های جولان اشراف داره رو سرزمین پهناور سوریه که کفیه صاف سهراست عموما واسه همین نقطه استراتژیک واسه هر دو کشور هم سوریه هست هم هزبوله هم سگیونیستا تو این نقشه رو که نگاه کنید این نقشه اسرائیل به اضافه جولان اشخالی اون نکه که داره در بالا سمت راست این همون جولان اشغالیه این تیکه زائده متاسفه موس من دیده نمیشه که به درستی خدمت هم نشون بدم اینجا یه مرکز شنود وجود داشته برارو و ایران اون هم زده بعد پایگاه هوایی رامون هم ایران زد که این نزدیک غزه است فیلم هایی که بچه های غزه میفرستادن او شادی و هل هلهلهی که بچون غزه انجام میدادن به خاطر نزدیکی به پایگاه هوایی رامونه که مرکز هواپیمای F16 و هلیکوپترهای آپاچی و سوخرسان و این چیزاست اما پایگاه نواتیم که عرض کردم در حمله به کنسولگری ما هم فعال بوده هم هواپیمای ترابری اونجاست هم اف سی پنجا هم هواپیمای جاسوسی سگونیستا و و سایر دارایی های مهم سگونیستا تو این پایگاه نواتیم قرار داره و ایران اینا رو همه زد بخش در حیفا زده شد که اعلام نشده و ارز میکنم چون ما با یه پادگان نظامی و نه یک کشور مواجهیم به شدت دارن سانسور میکنن دلیلم داره که دارن سانسور میکنن و به دلیلش هم خواهیم پردا بله بعد از این عملیات که همه شگفت زده شدن همه گیر پاش کردن همه ما همه دنیا یعنی هم من هم بایدن هم آمریکا با اون سیستم اطلاعاتی هم سگوینیستا با اون سیستم اطلاعاتی هم انگلیسی های همه هم شدیم برادر من همه ما تعجب کردیم از این حجم از گستردگی عملیات عملیات در این حج صورت بگی هیچ کس پیش بینی نمیکن یعنی عرض می همون جلسه شرالیت و امنیت ملی آقا بازنید با اون سنداراری. با همین یه جمله تموم <applause> مقدار ساعت که گفتن برارو رو خودتون برید انجام بدید خب یعنی ما که سگونیستان زدیم برارو رو سامانه های پدافندی آمریکا رو شکست دادیم اسرائیل رو شکست دادیم کشورهای عربی رو شکست دادیم فرانسوی ها رو شکست دادیم که سگونوس رو تشکر کردن پدافندهای های انگلیسی ها رو هم شکست دادیم همه اینا رو با هم شکست دادیم اونم در چه شرایطی شکست دادیم عزیزای دل در جنگ نامتقارن میگن باید زمانی بزنی که دشمن متوجه نشه اما ما به دو دلیل م... به قول معروف نمیتونستیم از این معلفه استفاده کنیم دلیل اول میخواستیم بزنیم همه رو با هم بزنیم و بگیم شمایی که در بالاترین سطح آماده باش قرار دارید کشورهای آمریکا و اسرائیل و غرب همه هم دارن کمکتون میکنن ما همه شما رو با هم میزنیم <تص> <تص> یا دلیل اول دلیل دیوم اینا که به خاطر بود مسافت دیگه 1300 400 کیلومتر واسه پنهانکاری و اینا دشواره و با این تجهیزات ماهواره راداری و با این موبایل ها و این چیزا و همو لحظه که پهپادا پرتاب شد تو نقاط مختلف ایران و جاهای مختلف اعلام میشد یه عادت بدی هم که متص... اشتباهاتی هم که ما میکنیم مثلا میگیم اینجا بلفاز خرمشهر پاپاد پرتاب شد خواهی درست نیه الان بود امنیتی درست نیه میدیم که اینجا نزدیک اینجا مقر پهپادی هرچند در ایران کلی شهر موشگی و شهر پهپادی است ولی ما باید این مثال هم رایت بکنیم در از صورت شب گذشته اومدیم جلو سینه دادیم رو در رو چش چشت. تو چش فیس تو فیس با نبایی طوله سگو نیست که سگ قلاده به دست آمریکاست نه با کل آمریکا و غرب و گلوبالیست و ساگونیست. همه همه ایستادیم جلو نفسکش زد داریم میزنیم شما همه تو هم کمکش کنیم هرچند ایران هشدار داده به کشورها هم به آمریکا خواهیم گفت و هم کشورهای دیگه اگر دخالت کنیم توی مسئله داریم سی تو میکاسه کردیم به اون تون دراریم بله قبل اینکه بریم سراغ ادامه بحثمون این شروع عملیات که توسط سردار سلامی صورت میگیره تیکر چند ثانیه رو ببینیم بله یعظمهم الله و ایدیکم و ینصرکم علیهم و یشک صدور قام مؤمنین بکنم سردار سلامیت سمت چپش سردار رشید باید باشه فاطم الم... آره مر... بعد سالشگر باقری برم سردار فدوی جانشین فرموده سپا برادر عزیزم سردار حاجزاده فرمانده نیروی هوافضای و برار گره بازن شد را باو با سندرار و با یاد شهدای عزیز نبرد مقدس با رژیم صهیونیستی و به یاد فرماندهان آسمانی و جاودانه این نبرد به ویژه سپهبود پاسدار شهید حاج سلیمانی و سرلشکر پاسدار شهید محمد رضا زاهدی و سردار شهید محمد حادی حاج و سایر عزیزان هم به این فرماندهان عملیات وعده صادق را علیه پایگاه های رژیم سهیونستی آغاز کنید بله با رمز یا رسول الله یا رسول الله بله یا رسول الله عملیات شروع شد و در مورد عملیات گفتیم تاریخ سازه و اینو حسن نصر رو از چند روز قبل اعلام کرد که ایران یک دریچه رو باز میکنه یه فتح باب میشه این فتح باب چیه؟ این تاریخ سازی چیه؟ حالا این ف... نه تاریخ سازی یک چیز بزرگتریه فتح باب چیه؟ اینو سردار سلامی میگه که از این به بعد سرگونیستا از هر گوشه دنیا به منابع ما به منافع ما به اشخاص ما آسیب بزنن ما حمله مستقیم میزنیم تو ملاجش این اون پنجره ای بود که حسن نصرالله اعلام کرد ببینید که یک معادل... تصمیم جدید یک معادله جدید یه جدید بسازیم این معادل معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما به دارایی‌های های ما به شخصیت های ما و به شهروندان ما, ما حمله کند ما از مبدع جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم و حملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملا واضحی است از این معادله جدید بله این معادله جدید که سگونیست و آمریکا یا نمیخواستن شک بگیر واسه همین تمام پیام پسخام هایی که فرستادن تمام به قول ما کت خدا ریشدار و بیریش فرستادن که آقا به ایران بگید نزنه این سگونیست رو نزنه این معادله شکل از این به بعد حمله به سگونیستا سر... به ایران با این معادله روبرو میشه و هشدار سرلشگر باقری برار بوام بازمانده از اون متفکر نظامی اون مارشال رومل ایران شهید حسن باقری ایشونم هم تهدید میکنه سگاینه رو ما این پیام رو از طریق سفارت سوئیس به امریکا منتقل کردیم که چنانچه امریکا در اقدامات تجاوزگرانه بعدی سهیونیست ها از طریق پایگاه هایی که در منطقه داره یا امکانات نظامی که در منطقه داره مشارکتی داشته باشه و این اطلاعات برای ما قطعی بشه پایگاه ها و نفرات و امکانات امریکا در منطقه امنیتی نخواهند داشت و ما او رو مانند متجاوز میبینیم و با او هم برخورد لازم رو خواهیم داشت. ما خدا وکیری بای ای ایران قدرتمند حال نمی کنید. وقتی میگیم ما ایران عبر قدرتیم، امپراتوریم وقتی قدرتمندیم خب این روی سلحشوری این روی دلاوری بابا اقتدار قدرت بزرگی امپراتوری فقط قدرت داشتن نی ما یه مثل میگیم خرم زور داره گاو هم زور داره دیگه عرض کردم تو جنگ نامتقارن گفتم کفتار بیزه گاو به او بزرگی رو میگیره و میزنه ای زمین ایرانیا هم زور دارن هم اراده اون اراده زدن دارن خیلی زور دارن ولی اراده زدن ندارن بی ارزن ترسو هن چینی ها از ازار چلونو که انقلاب کردن تایوان ازشون جدا یه جزیره ارزه نمی با همه قدرت جزیره رو پس بگیرن یا حتی روسا و خیلی علای جسارتی هم که تا حالا میبینید از ما گرفتن از ما گفتم بعد عملیات ملت ایران حتی شبانه آقا از سر, تا سر ایران ریختن میخیابو شادی و هلهله و کبکبه و دبدبه آقا کل حلال زادگان تورن ای بر ایرانیان نجاده منظور نه ایرانیان بی شرف که الا تخم عجبی زیاد داریم برارو یا براندازان دوپیلی که تا کنون چی بود که اسرائیل به ایران حمله کنه دل پولی نجاده تو میاد کی اسرائیل به ایران حمله کنه کی آمریکا به ایران حمله کنه رژیم آخوندی رو برداره ما بیایم باروان رهبران ایران رئیس جمهور آینده ایران شاه مشنگ آینده ایران ما هم بیایم قدرت بگیریم همه او رویه های بادکنکی هف او گلال برچو <applause> اینا ببینید شادی ایرانی های نجاده اینا مردم عراق در کردستان تهران تمام امروز شب هم ما مردم شادی پرداخت این همون روحیه سلحشوری است که امپراتور روم گفت فقط تو خون ایرانیا وجود داره هیچ جای دنیا شما این روحیه نمی بینید آقا ما با ابرقدرت ابرقدرت دنیا مجموع کلهم هم اجمعین مواجه شدیم عرض کردم سگا یعنی خود سگ آمریکایی یک کشور کوچولو از شو... از استان ایلامیه مثلا کشور بختیاری بعد در اون یه پادگان نظامیه فقط پادگان نظامی با کمک آمریکا و اسرائیل فرانسه و انگلیس و کشورهای خبیث بی و بی بخار. اما ما همه رو با هم زدیم رو و ناشی از همین روی سلاشوریه ببین گاهی وقتا مردم حاکم مجبور میکنن عکس عمل نشون بده تو خزئه عین مردم انتقام میخواستن حاکم حتی اگر نخواد مجبور واکنش نشون بده یا مشوق حاکم است دلش قرص میکنه مردم هم تقاس میکنه این دوره هم همینطور بود مردم حاکم سوق میدن به این سمت مشوق که باید تقاس بگیری اما اگر یه مردم شلوال داشتیم حاکم هم خیلی مثل کشورهای دیگه گفتم مثل پاکستان رو چین و مین و وحشت دارن از جواب دادن این روحیه سلاشوی در بین همه ما ایرانی ها عرض کردم اون نجاده و تخمه حلاله مثلا ما ایرانی ها تخمه حرومه هم دو بگیم که هم تخمه بیان یا براندازان اینا تا دیروز رویه این بود که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله نظامی بکنه رژیم برداره الان دید بابا ایرانیا با 500 موشک و پهباد این مثل خود شابسنگ بارون بهار ما روشون خراب شدیم هیچ غلطی هم انجام نمیدن سوزش داره تو این صبح این آرش علایی یکی از مزدور خبرنگارهای سهیون اینترگمال شما سوزش ما تحت از صدای این میفهمید ببینید اگر رئیس جمهوری آمریکا میدونست که قرار جمهوری اسلامی حمله کند چرا کاخ سفید و ول کرد رفت دیالاویر در خونه ایلاقیش در... یعنی داره سو آقا آمریکا زور ناره میترسه منافع شما من خب سوختید بسوزید که ما لذت میبریم از این سوختن تو خب ده چی گویی این بیانیه ای که کاخ سفید منتشر کرده است در جمعه, جمعه فردا ما برمیگردیم به با تیم امنیت ملیمون و اون وقت با گروه هفت عزیزم اما ایما بر قدرتی مگر میتونم غلطی بکنه فرق داره بگه فردا حالا بر میگردم من تحتیلات یه, یه کار سیاسی هم انجام میدم هیچ غلطی هم انجام نمیدم با جی حرف میزم حرف بازه تا جونه دارا <تصحنت> خواهیم کرد فردا یعنی فردا به قول اسکارلت دیدی چقدر میسوزه برباد فردا بهش فکر میکنیم آقا هر فارسی زبان ایرانی نیست با سلمو هر فارسی زبان ایرانی نیست خاک بر سر جمهوری اسلامی که این خائنین و موشمرگا و تجزیه طلبان و اینا رو شناسنامهشون رو لغو نمیکنه تابیت ایرانی اینا ازش رو صلب نمیکنه که دیگه به صورت رسمی ما بدونیم با این اجربیا مواجهیم اینا از اجربیا بدترن آقا این مشکلی که الان وجود دارد در واقع معنی جمله که سی گفته است این است اگر اسرائیل میخواد به ایران حمله کند اول باید بیاد از بزرگترش اجازه بگیرد و ما میدوسیم سگشو این خیلی صحبت سنجیده ای نیست که در واقع تو میگی سنجیده ای نیست گوه بگاشاد نشون بدهند که قرار است که اگر امریکا باهاش در این مورد با یک کشوری که متحد آمریکاست و داره وا... میبینی چقدر سوزش دارن برا رو؟ میبینید؟ این خبرنگاره باید بیاد خبر بگه داره حتی تحلیل منصفانه هم نمیده تحلیل خواهم گذاشت که همه از پیروزی ایران قاطعانه حتی اگر مخالف ایران باشن دارن حرف میزنن ولی این داره عقده ها و رویاهاشو میگه چون میبینه رویاهاش به فنا رفت او بادکنکه ای که تو زنداش از بین رفت چی بگه به براندازان جمهوری اسلامی ابرقدرت شده آمریکا جرأت نزدیک شدن به ما رو نداره خب شما سوزشتون قابل فهمه چون عرض کردم رویاهاتون او گلال هوف برده شد گلال <laughs> یعنی <يعني> رودخونه <laughs> رویاشون رفت رود رودخونه نه رفت می مستره <applause> آخه بایدن سلطان بادها <applause> این سمت رهبر عزیز من فرزند هیدر کرار از اونور پدر هیدر کرار مادر کی بیبی بی شربانو دختر پادشاه ساسانی مستحق ترین شخص وارد رهبری مرشد عزیز ماست شما هم مشتی دو پیلی تموم شد آقا همونجا بمیرید به قول ما آفتابه افتابه میذاریم تو مسجد <unacceptable> زهن از طرف یک کشوری که دو کنا از اینکه مهم نیست به جهنم که میمیرید دشمن است حمله میشه بهش درست چند ساعت پس از اینکه این حمله صورت میگیره ناگهان هولش بدن زیر اون میخوان گریه کنن پاشو خالی بکنن زیر پا ن... اسرائیل خالی کردن گریه میکنه میگه آمریکا هیچ کاری نمیکنه آمریکا اسرائیل تنها گذاشته اسرائیل تنها گیر تف دارید گب گشاد زیر پاش کلو میگم اینا مزدور خبرنگارن میگم اینا باید تابعیتشون سلب بشه داره گریه میکنه از هم که کاخ سفید دارد دست و پا میزند برای اینکه هر چقدر میتواند جلوی گسترش درگیری ها را بگیرد حتی اگر در مطبوعات اینجوری تعبیر بشود که در واقع پشت متحدشون نیستادند گزارش ام انفجار هست اصلا انفجار انفجار سلطان نقل از منابعی که در داخل کاخ سفید هستند حرفایی که دولت بایدن راجع به دولت نتانیاهو زده است بی چی گفته؟ چی گفته؟ یا بو مونده. یا بو میرزا خیلی حال بدی داره اخ یا بو یا بو میشه گفت اگر نباشه کم سابقه است بخشیش کم سابقه همین صحبتی <applause> که شما اشاره کردی چند ساعت نگذشته است از حمله جمهوری اسلامی <applause> به اسرائیل <applause> که الان مقامات آمریکایی میگویند جو بایدن نگران این هست که بنجامین نتانیاهو آمریکا رو درگیر یک جنگ منطقه دیگر بکنه و واضحا شکرد چند ساعت پس از اینکه این, که این درگیری دولت بایدن سعی میکنه فاصله خودش با دولت گریه کن گریه کن اشکات بیا باید حیبونکی گریه کن گریه کن آرش اللهی گریه کن ما انترگامال ناتانیاهو نشون بدهد یکی از مقامات پنتاگون به بله دیدی دوستان عزیز الان خورتون پد به قول ما نحسی خورتون پد یابونم گرفت از روزی که با یابو دیدار کرد اسرائیل رنگ آرامش ندید هر روز تظاهرات توفان الاخصا حالا هم خب عملیات پشیمان کننده ایران و ضربه ای که گیج و منگن از شدت و قدرتش بله این از اسکادریتر میشناسید آمریکایی عضو سابق سیایی بوده عضو آژانس خلصلا سازمان ملل در عراق بوده آدم بسیار مطلع آدم بسیار در این حال آدم منصف و با شرف بله اسکادریتر میگه که چشم در برابر چشم ایران با حداقل هفت موشک مافوق صوت جدید خود به پایگاه هوایی نواتیم حمله کرد نواتیم خانه جنگنده های اف سی است که به کنسولگری ایران در دمشق حمله کردند حتی یک موشک ایرانی رهگیری نشد بگذارید غرق شوند اسرائیل بیدفاع است دیدید یا آمریکایی یک مزدور بیشرف فارسی زبان هم دیدید بله رکورد های ایران در حمله 26 فروردین بزرگترین حمله پاپادی جان پر پا حمله موشکی جان اولین حمله مستقیم به رژیم بعد از 1367 تازه اونا همسادش بودن مصر و سوریه و اردن ما موشک بفرستی از شیراز از نمیدونم تهران از خود اینا تا مرز ایران نزدیک هزار کیلومتر بعد بره از عراق رد بشه اردن رد بشه بخوره تو ملاج سگاینه بعد بلندترین برد جغرافی های حمله پهبادی موشکی جان استان های درگیر در حمله همزمان چندین استان در 20 استان درگیری مسئله بودن استفاده از کلاک های بارشی برای نخستین بار اینو بذارت برتون بگم طولانی ترین حمله پهبادی ایران ببین کلاک ها اینا خورمشر بخصوص خورمشر اینا که یک و نیم تا دو تن سر جنگیش میشه بعضی خورم شهر چهار یک و هشت دوم هزار کیلو گرم ببینید در مخلوطی شکلش اینا بملت میذارن برارو بملت که میذارن بمبای کوچیک وقتی میرسه به فاز نهایی پدافند میخواد بخوره بش اگر تو فیلم ها دقت کردیم هم خاطر قوانی یوتیوب نمیتونم نشون بدم آسمو یا چند تا نورانی میشه حالات گردان میشه مثل بشخواب پرنده است این سر جنگی شروع میکنه به حرکت شدید دورانی در چیز باز میشه سر جنگی و این بملت ها رها میشن این بملت ها رها میشن این اینجا واسه کجاها خوبه اینجا واسه پادگان خوبه پادگانی که رو با، زدن باند خوبه اگر رو باند هواپیما و هلیکوپتر و تجهیزات نفر باشه نمیدونم بخوان یه سطح وسیعی رو باش بزنن و ایران واسه اولین بار از این موشک هم استفاده کرد بعضی از آمار میگن 60 تا از حالا اینا تایید نشده است ارز کردم سگونیستان نمیخوان بگن چون اگر بگن باید واکنشتشون بدن یوبو ببینید از حالا دیگه بیچارش میکنن سگونیستا ارز کردم که میگن 60 نفر از 40 تا 60 نفر از افسران سگونیستا به اسفل سافلین فرستاده شد و اینو نمیتونن بگن بعد خبری اومد دیشب موقعی که برنام عملیات ایران شروع شد این طلوب سعیونیست رفت بالا آی ما واکنشش میدیم تا 24 تا 48 ساعت دیگه ایرانو میزنیم خب ایران هم اعلام کرد که 3000 موشک آماده پرتاب داره واسه مرحله بعدی اگر گشت دل گردو کاری انجام بدی داریم سید میکاسکن قبل اینکه بریم سراغ این برنامه این از صحبت های جواد زلیل هم ببینیم شما آمریکا از که می با یک پومش تمام سیستم دفاعی ما را از کار بندازه از سیستم دفاعی ما می ترسید از سیستم دفاعی ما میترسه لیبرالها لیبرال ها بدبخ شدن برا رو زیبا کلم هونش در است خواهم گفت چرا هونش در است برا رو تحلیل طولانی داریم اگر بخوام به همه ارساش برسیم خب سعی میکنم کمتر فیلم و چیز نشون بدم بیایم یه تر اینم ببینید شاه اردن منفورترین چهره عرب در یک شب تمام فضای مجازی پرت شده از لن و نفرین شاه اردن که کمک کرد به سگونیستا هواش و آسمانش رو در اختیار سگونیستا قرار داشت واسه مبارزه با موشک و پهپادهای ایران بله الجزایر تنها کشوری بود که از ایران حمایت کرد ما اینو ده همیشه گفتم سر جریان جبل تاریخ و کنترل ایران بر تاثیر ایران بر جبل تاریخ که الجزایر سمت راست مراکش دوست ماست از قدیم هم دوست ماست از زمان شاه هم دوست ماست و ما کلی کمک نظامی هم میکنیم به الجزایر و الجزایر اعلام کرد که ایران حقشه بزنه مینه پتپوز سگونیستان اما بیایم یه تحلیل جدا این مسائل یه تحلیلی بریم که آقا این ایران میخواست چی نشون بده چی رو ثابت کنه ایران اومد اراده خودش رو اثبات کنه که ما اراده زدن داریم سگونیستا به کنسولگری ما که خاک ما بوده حمله کردن و ما گفتیم تقاس میگیریم و تقاس هم گرفتیم بعد اومد قدرت نظامی و اقتدارش ایران نشون داد که من قدرتمندم زعیم محور مقاومتم و خودم به تنها میتونم پتپوز سگونیستا رو بیارم پایین فکش رو بیارم پایین حالا آمریکا اسرائیل کشورهای دیگه هم کمکش کنه مهم نی برا میزنیم حسابی هم میزنیم بعد سگونیستا بازدارندگیشون از بین ببین ایران یه لول الان ما کجا قرار داریم لبه جنگ قرار داریم سگ نیست مقام ما رو ترور کردن بی شرفا ترور ما با مردانگی میزنیم ما مثل اینا کودک و زن و بچه و اینا نمیزنیم پنج پل پله به قول معروف زیر جنگ زدن ما سطح عملیات بردیم دقیقا لبه جنگ یا یک قدم مونده به جنگ خب سگونیس اگه قرار انتقام بگیرن دیگه باید وارد عملیات نظامی با ما بشن چرا کار ما خوبه؟ اگر ما یه واکنش نشون میدادیم اونا یه قدم دیگه میرفتن بالا عبادت و موشک میزدیم اگر مثلا از سوریه میزدیم اونا جواب میدادن از جای دیگه میزدیم از لبنان میزدیم اونا ولی ما ست و پنج قدم بردیم بالا که سگونیستا الان دیگه فقط میتونن وارد جنگ بشن پس نه توانایی شو دارن نه آمریکا و غرب همچین توانایی داره تو اوکراین درگیره تو جنوب شرق با چین سر تایوان درگیره سال انتخاباتشون هم هست و همچین چیزی نمیذارن این یعنی بازدارندگی ایران تکمیل شد بازدارندگی سگونیستا از بین رفت و چیزی که سردار سلامی گفت از این به بعد حمله به هر نقطه ای از جان به منافع ما به اشخاص ما پاسخ مستقیم این یعنی بازدارندگی کامل روحیه دادن به محور مقاومت بخشی مهم از این پیام بود تا این کشورهای عربی رسانه هاشو میگفتن آه ایران فقط ما عربا رو جلو میفرسته خودش نیست نمیدونم کاری انجام نمیده ضمن این که ما خط مقدم بودیم انواع کمک ها سگونیست مستشاران ما رو ترور میکردن این واکنش رو نشون دادیم که ما تمام قد در کنار محور مقاومت تمام قد در کنار مردم فلسطین مردم منطقه هستیم از هیچ واکنش هیچ تبعاتش هم حراس نداری این یه محبوبیت گسترده جهانی برای ایران در وحلی اول جهانی تمام اینو به قول یه مستش... یه... اه... یه... آمریکایی میگه یه فعال, فال رس... فعال مجازی که ایران برای بشریت می جنگد. ایران برای همه ما می جنگت. عکس مرشد عزیز ما رو گذاشته که ایران برای همه ما می جنگد. یعنی محبوبیت گسترده ایران در وحله اول در وحله دوم که خیلی مهمتره محبوبیت گسترده ایران در منطقه بین کشورهای عربی مردمان ببین ایرانی هیچ وقت رو کشورها حساب نکردن برعکس آمریکا که روی کشورها دولت های مرتجه کار کردن ایرانی ها رو مردم کار کردن انصار الله یمن از مردم بود حزب الله از مردم بود هشت هم مردم بود انشالله بریم سراغ هشت یا گروه مقاومتی اردن رو تشکیل بدیم و این حکومت سگیونیست عبدالله دوم پادشاه نادرست اردن بکشن پایین که دیگه همه میور مقاومت چسبیده بشن به سگاین مسئله دیگه ایران میخواست بگه که آقا ما از سوریه عقب نشین نمی کنیم. ما تمام قد از محور مقاومت دفاع میکنیم از سوریه دفاع میکنیم واسه همین الان عدی شب یعنی از چند روزه به غلط کردن افتادن امریکایی هم مراف... او آستین وزی دفاعش اومد بهشون غور میزنه باشون درگیر شده که آقا چرا بی اجازه ما از این عملیات ها انجام میدید این کار اشتباه طبعات کارشون و محبوبیت ایران ببینی در فلسطین در جهان عرب صدام چهار دونه موشک پرتاب کرد به سمت اسرائیل زمان جنگ خلیج فارس اول چقدر تو فدراسین محبوب شد دیگه الان ببینید وضعیت این کمک میکنه به جپه مقامت حماس به جهاد اسلامی که به امید خدا بتونن در کنار باختری هم میور مقامت شکل بدن خبر بدیست واسه امریکایی ها واسه غربی ها. که ایران بازدارندگی کامل پیدا کرده ایران کت خدا و ارباب منطقه است خاورمیانه جدیدی به وجود اومده دنیای جدیدی به وجود اومده ما وارد عصر جدید شدیم دیشب همون ساعت که شروع شد من از خوشحالی اومدم یه برنامه رفتم که دنیا تغییر کرد دنیای جدید دیگه از 26 فروردین به بعد نوشته میشه برارو ثبت میشه ما الان با یه واقعیت قدرتمندی تو دنیا مواجهیم به اسم ایران قدرتمند کم قدرت داره هم اراده اعمال قدرت داره هم محور مقاومت داره هم ایدولوژی داره هم به شدت در منطقه محبوبه و منفورها و بازنده ها کیان بازنده آمریکاست بازنده کشورهای غربیان، بازنده رژیم سگونیستی که فکر میکردن هر غلطی بکنن ایران جواب نمیده تابو حمله مستقیم شکسته شد بازدارندگیشو از بیرون این دومین عملیات وحشتناکی بوده که در شیش ماه اخیر بعد از طوفان الاقصا با همون طبعات و شاید هم بیشتر متحمل شده و خبر بدی است واسه لیبرال ها و اصلاح و طلبان اونایی که مثل جواد زلیل میگفتن ایران بابا قدرت داره زور داره حریف یه بمب با آمریکا نمیشه زیبا کلام میگفت نمیدونم آمریکای بمب اسرائیل بمب مغناطیسی داره میزنه همه نمیدونم پدافندای ما همه چیزا ما ما رو از بین میبره کجاست کو حاضر نبودن قدرت رو بپذیرن زیبا کلام میگفت 6 ماه قبل بعد از طوفان الاقصاب اسرائیل بعد از حماس میاد به سراغ ما تمام تئوریاشون تمام چیزایی که بافته بودن اوه گلال برشون پر های بعدی بازنده های بعدی لیبرالان هان اصلاح طلبان که مرعوب دشمن شده بودن ترسو ان زانوشون سسته ببینید ایرانیا دیشب سه واکنش داده ایرانیای نو... اکثریت قاطع خوشحال شدن بخشی به خیابونا اومد بخشی دیگه غربگرا ها،, ها بزدل یک شب حمله کردن به بنزین ها بابا چه خبرت ها؟ ما حمله کردیم آی بریم یه باک بنزین پر کنیم این همون ایرانیان هم... همین لیبرال ها سست انصار زانو سست ها شلولا. و اما بیرا... ایرانیان بیشرف یا بگیم فارسی زبانان بیشرف براندازان بازندی محض مطلق رویاشون از بین رفت آرزوشون و تاعت را دیدی آره شعلایی میخواه گریه میکنه رسما گریه میکنه بازنده محض رضا پهلوی دل پولی نجات سایر ارازل اوباش فاند بگیر دو پیلی زیر پشکلونه خیلی تبعات داره توی برنامه نمیشه همهشو گفت و هم اما اسرائیل جواب میداد نیویورک تایمز اعلام کرده که دولت بایدن نمیخواد با ایران درگیر بشه و به اسرائیل هم گفته که اگر هم میخوای درگیر بشی ما کمکت نمی کنیم چون سردار سلشکر باخری هم گفت نقطه ضعف آمریکا پایگاه های آمریکاست که تو منطقه است آمریکا تو چندین باران درگیر سال انتخابات وضعیت اقتصادیش خیلی مشکلات داره و خبری اومد که نیویورک تایمز اعلام کرد که آمریکا رژیم سگونیستی رو قانع کرده که واکنش نشون نده. بله. نیویورک تایمز کابینه اسرائیل گزینه حمله تلافی جوریانه به ایران را کنار گذاشت. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داد که کابینه جنگ اسرائیل امروز بعد از تشکیل جلسه خواهد داد تا در مورد چگونگی واکنش به حمله ایران گفتگو کند این مقام دو مقام گفتن حمله تلافی جویان که برخی از اعضای از کابینه پیشنهاد کرده بودند پس از گفتگو به بنیامین یوبو با جم... رئیس جمهور آمریکا در روز شنبه کنار گذاشته شده است ببینید اسرائیل که نمی موشک و ما که نمی بزنه باید هواپیما بفرست هواپیما میخواد ما بر فراز عراق پهپا داریم عراق و اینا قطعا اجازه نمیدن یک دو من نیاز به کمک آمریکا دارن پشتیبانی آمریکا دارن که ای عملیات صورت بگیره و آمریکا عرض کردم به دلالی که کلی پایگاه داره دور بر ما و تهدید ایران و اعلام رسمی خودشون که ما واکنش نشون نمیدیم در این عملیات شرکت نمی کنیم اما از اسرائیل حمایت می کنیم کمک سگاین انجام ندن سگونیس ها خودشون هم آجزن از انجام این کار و تازه اگر هم انجام بدن سه هزار موشک تو فاز بعد آماده اون موقع کجا میخوان برن الان عرض میکنم چون ایران لول عملیات برده تا حد یک کوچولو پایینتر از جنگ که کار بسیار درستی بوده اسرائیل اگر بخواد تقابل انجام بده باید وارد جنگ بشه که خود او هم آمریکا اجازه نمیده یادم میاد تو زمان جورج بوش زمان همین یوبو میخواست به مثلا تهدید کرده بود که به ایران حمله کنه جورج بوش بهش گفته بود بعد از این بود 2006 بود فکر کنم که دیگه آمریکا هم تو باتلاق عراق گیر کرده بود شهید سلیمانی به او آمریکا رو در آورده بود و خود جورج بوش بهش میگه نگاه کنید تکون بخورید تمام هواپیماهاتونو میزنید این کار غلطه و خود همو آمریکا جورج بوشی که نوکان بود تندرو بود جلوس ایستا جلوس سگاینه چون میدونن چه طبعاتی داره اون ایران 2006 کجا این ایران کجا بله در اصل ولی خب باید مواظب باشیم برا رو تحولات این افراطی ترین گروه در سگاینه رو قدرت هست سگ یوبو خیلی از این به بعد تحت فشار قرار خواهد گرفت هم بین دست راسی هم بین لیبرال ها و روزگار سختی در انتظار سگ نیست ایران ما بزرگه یه کلوخی به یه جاش بخوره کجا معلومه اما ببین اونا یه کوچولو هن وای به حال این که به جای مثلا 100 موشک سه هزار موشک بره کجا میخواید فرار کنید بله اینه که ما پیروز شدیم ما یه ابرقدرتیم یک ابرقدرت جدید زاده شده این خیلی بالاتر است تو عملیات عین الاسد خیلی از قابل قیاس نی لذت ببرید از این قدرت از این شکوه اگر بعضی آقا من که علیکی نیومدم ایستم بعضی یا چشم دیدن این شکوه ندارن آقا اینا مشکیم تو تار دالان های تنگ تاریخ دنبال شکوه میگردن اونا مریضن کورن این همه شکوه ببینید لذت ببرید کیف کنید هرمون تو برم سپاس از مهرتان فیروز باشید